که بر اساس قانون اساسی آمریکا و بعد منشور صدای آمریکا تعهداتی صدای آمریکا در برابر بینندگانش داره. بر اساس این تعهدات در زمانی که درست عمل کرده اعتماد بینندگان را جلب کرده و خطا دور شدن از این تعهد در حال مسئولیتی است و در مراحلی من از این کلمات استفاده نمی کنم خیانت یا هرچی از این بابت بسیار سوء استفاده از این اعتماد به کجراها بردن این مسئولیت داره، چرا که مالیات دهندگان آمریکایی هزینه نکردند به طور مثال که صدای آمریکا در بخش‌های مختلفش تریبون حکومت‌های مستبد باشه، از چین گرفته تا جمهوری اسلامی. مالیات دادن، هزینه کردن برای اینکه مبشر ارزش‌های آمریکایی در بالاترین اونها آزادی و دموکراسی باشه و حمایت بکنه از دموکراسی و جریان‌های آزادی خواهی و دموکراسی خواهی. این تعهدی است که صدای آمریکا با اعلام اون اعتماد بینندگان خودش رو جلب کرده. این گونه هست که رسانه‌های دولت‌ها و کشورهای دیگه اثرگذار هستند در جریانات سیاسی کشورهای دیگر. آنچه که روی داده، من باز هم این رو بگم، نکته دیگه‌ای وقت تفسیر خبر رو متعلق به شماست، والاتر از همه موضوعات میدونم که به موضوعات مربوط به ایران بپردازه و هرگز من مایل نبودم وارد مسائل به گونه‌ای بشم که تعبیر بشه مسائل و موضوعات از دیدگاه شخصی هست من به اون نگاه میکنم. هرگز تلاش من این بود، موفق بودم یا نبودم قضاوت با شماست. به همین دلیل بسیار ابا داشتم از بردن اسامی. گفتم اگر الان هم درباره صدای آمریکا صحبت میکنم یا بخش فارسی اون، به همون دلیلی است که پیشتر اشاره کردم. بنابراین اگر اسامی برده میشه یا من خواهم برد، اینها رو به تعبیر شخصی نگیرید. به طور مثال نقش خانم ستاره درخشش در کنار رفتن یا اخراج من از صدای آمریکا، همون گونه که نقش های دیگه ای بود و دیگرانی نقش داشتن، هرگز اینها اثرگذار نبوده در اون چیزی که من به دنبالش هستم، که ما اینکه طی این سالها دیدیم به دنبال این هستم حقایقی روشن بشه بر اساس مسئولیت ها و تعهداتی که صدای آمریکا در برابر بینندگانش داشت. در اون ارکستراسیون، مجموعه ای که در کنار هم و همراه هم نقش داشتن برای اخراج من و فشار بر دیگران و کنارگیری دیگران، خانم درخشش هم نقشی داشت و از این بابت هم به هر حال پاداشی طبعا گرفت و دیگران. اما این اثرگذار نیست در اون چیزی که من امروز بهش اشاره میکنم. به هر حال سنتی بوده، از قدیم بوده، حالا اسامی مختلفی بهش دادن، آدم فروشی، اونها بحثای دیگری است یا چیزهای دیگری است. اما این رو خبری که تازه منتشر شده یا اخباری گزارش، حالا چگونه به دست همگان رسیده در اینجا در واشنگتن بحثی است. به اصطلاح اخراج نامه خانم ستاره درخشش یا و اتهاماتی که متوجه ایشون بوده در 15 صفحه. حیف و میل مالی و دروغگویی. من متاسفم از اینکه چون وضعیتی برای ایشون یا همراهان ایشون پیش اومد، این تاسف از این بابت میگم که روزی روزگاری که من در صدای آمریکا بودم، در اونجا معترض بودیم به وضعیتی که بود و خانم درخشش و همراه من آقای فرهودی
بیژن فرهودی، برنامه ساز تلویزیونی و حرفه‌ای، و ما 3 نفر به عنوان نمایندگان در جلسه شرکت کردیم. خیلی روشن بود سخنانی که در اون جلسه گفته شد. کسان دیگری بودن، رئیس کل صدای آمریکا و بقیه بودن. آقای دکتر کامبیز محمودی، استاد بنده، مشاور اون موقع صدای آمریکا، و کسان دیگری، رئیس بخش فارسی اون موقع الکس بلیدا و بقیه بودن. به خاطر اعتراضاتی که ما داشتیم به وضعیت غیر حرفه‌ای و کسانی که بودن، تصمیمات گرفته شد، این اعتراضات بیان شد، قرار شد تصمیماتی گرفته بشه. آمدن تصمیمات رو به ما ابلاغ کنن. این تصمیمات بسیار مضحک بود. این که بله، خطاب به من بود که شما یادتون هست دستیاران بیشتری میخواستی افراد کار کنن، افرادتون کمه، بنابراین ما تصمیم گرفتیم که شما 3 نفر با هم کار کنید. هیچ ربطی نداشه اعتراضات به این، برای اینکه تفسیر خبر خیلی بهتر کار میکنه. این هستش که آقای فرهودی اینجا خواهد بود، دیگه شما همه کارها رو انجام ندید، کار سردبیری میکنن. برنامه آقای فرهودی رو که بیننده زیادی هم داشت برداشتن، خانم درخشش رو هم گفتن تهیه کنند، و بعد جزئیاتش بسیار مفصله و 2 روزم 3 روزم برنامه ایشون اجرا کنه. من در اونجا خود من خب حرفی زدم، گفتم اولا اعتراضات این نیست و نبود که برنامه تفسیر خبر چون پر بیننده ترین هست بهتر و بیشتر بیننده داشته باشه، و این مثل اینه که در یک سوپرمارکت قسمت میوه ها خوب فروش میکنن، قسمت لبنیات خیلی، لبنیات رو هم بردارید بذارید قسمت میوه ها، برای این خیلی روشنه دارید انتقام گیری میکنید و اینا. و بحثایی پیش اومد که بماند. از جلسه ما بیرون اومدیم، به من از این بابت برخورد که به خانم درخشش اهانت شده بود به عنوان یک زن، چون ایشون تا اونجایی که من میدونستم فقط میتونستن خبر بخونن، بعد یا خوب بحث دیگری است. و به ایشون من صراحتا گفتم، گفتم خانم درخشش از این به بعد این برنامه برنامه شماست و من هر کاری برای حفظ شأن شما خواهم کرد با چنین حسن نیتی، برای اینکه من نمیتونستم تحمل کنم که به ایشون به عنوان یک بانوی ایرانی تبار اهانت شده باشه. اخلاق منو کم و بیش شما میدونید. بعدها ما متوجه شدیم که اساساً یکی از کسان دست‌اندرکار چنین رویدادهای خود ایشون بوده. داستانش بسیار مفصل است. این رو فقط به عنوان میدونم کنجکاو هستید خیلی چیزها رو بدونید. به هر حال ایشون بعدها از این طریق و طرق دیگه هرچی که هست به هر حال به مدیریت صدای آمریکا میرسه. فرصت بسیار خوبی است. بودجه کلان، افراد کاردان در صدای آمریکا کم نبوده. گفتم اسم بسیاری از اونها رو میشه برد در اینجا، از افشین نریمان گرفته در کادر فنی تهیه کنندگی گرفته، خسرو رنجبر همینطور تهیه کننده که تفسیر خبر و بسیاری دیگه که این اواخر بازم با فشارهای خانم درخشش ناچار به کنارگیری شدن، مثل خانم مریم منظوری از مترجمان درجه یک، برنامه سازهای درجه یک، خانم فریده رهبر و بقیه که ناشار به ترک صدای آمریکا شدن، بازنشستگی زودرس یا هر چی که هست، و بقیه بسیاری دیگه ای که بودن. این اتفاق بود. خب این فرصتی است که شما اگر لیاقت و شایستگی دارید جایی مثل صدای آمریکا رو به شما سپردن، از اون چیزی بسازید بهتر و برتر. بنابراین این بی‌لیاقتی که در این گزارش 15 صفحه‌ای بهش اشاره شده، تا جایی که از اعتماد هر کس، مدیران یا حامیانتون سوء استفاده کردن، به حیف و میل پرداختن، کسانی که برنامه ساز هستن در خود صدای آمریکا کنار گذاشتن، از دوربین برداشتن جلو دوربین، و قراردادهای کلانی بستن با کسانی که برنامه ساز نیستن به خاطر مسائل موضوعات دیگری،
با آقای اسم برده شده در اینجا و من هم اسم میبرم، با آقای مکس امینی حدود 1,000,000 دلار پول دادن برنامه‌ای که مثلا بین 40-50 نفر تا 1,000-2,000 نفر بیننده داره طبق اسنادی که منتشر شده. کاری که کرد باعث تأسف هست. ما میبینیم حتی تلویزیون‌های بی بودجه، من میتونم حتی بگم کم بودجه لس آنجلس، به دنبال این هستن بسیاری از اونها که بینندگان بیشتری داشته باشن. با رنج بسیار سر پای ایستادن، زحمات بسیار. آقای مهندس شجره عزیز در تلویزیون پارس به طور مثال ممکنه با بسیاری از برنامه‌هاش مورد پسند من و شما نباشه و بسیاریش باشه، این بحث دیگری است، اما با سختی تمام طی این سالها این تلویزیون رو چرخونده و نگه داشتن، بهتر و بهتر و بینندگان بیشتر، هر که هر کاری در روش و شیوهی که داشته، از آقای حمید شبخیز گرفته تا آقای مهندس شجره، هر دو در کنار هم به شکل روش های مختلفی. به هر حال میگم میتونین بپسندین یا نپسندین اینها، اما بودجه چون این کلان رو به خاطر بیلیاقتی و باندبازی ها، این کلمات رو من استفاده نمی کنم، مبتذل آمدن و گروهی رو چاپلوس و متملق کارندان، وقتی کسی مدیر کارندون باشه طبعا کارندون تر از خودش رو در کنار خودش جمع میکنه و اونها رو تبدیل به یک سری بسیجی میکنه در قلب واشنگتن. در صدای آمریکا بیهوده نبود در دوره دیگه‌ای که البته ایشون اون موقع سوپروایزر بود، من گفتم اونجا که در یک مایلی کاخ سفید نیم مایلی کنگره آمریکا اون بعض دیگری بود، سخن نمیشد گفت، شده بود مثل شوروی حساب. این رو گفتم جلو بی بی جی علنا، ولی بعد از اون وضعیت بدتر از اون شد. گروهی رو که آمدن و الان روشن میشه، کسانی من اسم میبرم چون اسم بردن و تا اونجایی هم که من شاهد بودم بسیاری از اینها شایستگی این کار رو نداشتن، یعنی اشکالی نداره، من شیمی نمیدونم، استعداد ندارم، ولی برداشتن و منو گذاشتن در آزمایشگاهی مسئول کاری کردن، خب اون مدیر مسئوله. برداشتن و کسانی مانند آقای رضا اللهیاری رو که روند کارش نشون میده به عنوان گزارشگر، چون خدمات هرچه از تملق گرفته و عوامل اینگونه رو رایج دادن، به عنوان گزارشگر به لندن فرستادن برای 6 ماه و بعدن معلوم میشه چه پول هنگفتی به ایشون داده شده و بعدن محصول کار 1-2 دقیقه در روز بوده که مطلب رو از مرکز صدای آمریکا برای اون میفرستن و اون روی پرامتر در جلوش میخونه با هزینه بسیار زیاد، یا بیمار بانوی نازنین کاردانی، بیماری واقعا خطرناکی ده، شاید صلاح ندونن من بگم اسم، و کاردون از تهیه کنندگان فنی و کاردان صدای آمریکا نیازمند یک روز این مجوز رو رئیس هر بخشی میده، یک روز کار در خونه هست، یه روز رو به اداره نره و از خونه کار کنه، ندادن. ولی مثلا همسر همین آقای اللهیاری رو بیش از 3 سال از خونه کار کردن، یا 1 سال یا 2 سال بیشتر از خونه کار کردن، یا بقیه ای که جزء بسیجی های مدیریت هستن، یا کسانی که مانند آرش سیگارچی، چون اسم در گزارش اومده، به سمت‌های گماردن و پول‌های کلان دادن که در اینجا غیرقانونی هست، جزء اتهامات خانم ستاره درخشش هست، همه اینها مسئولیت‌های سپردن که عملاً شایستگی اون رو نداشته و ندارن،
و آوردن کس و کسان این افراد به صدای آمریکا ماننده بسیار همین آقای سیگارچی و بقیه مسئله شخصی نیست. من مجموعه صحبتایی که با آقای سیگارچی در صدای آمریکا داشتم شاید مثلا 10 دقیقه هم نمیشد که یک وقت بود من راجب ابراهیم یزدی گفته بودم، ایشون به دفاع جانانه ای برخواسته بودن از ابراهیم یزدی و معترض، اون بحث دیگری است. به هر حال این تیمی رو درست کردن یا یک بخشی رو درست کردن به دلایل دیگری، آیا حیف و میل های مالی هست؟ برنامه هایی رو از یک شبکه تلویزیون خریدن که نه به درد دنیا میخوره به قول حضرات، نه به درد آخرت. طرز تولید لبنیات در اوهایو مثلا، یا به قول یکی از دوستان به من تلفن کرد که این صدای آمریکا چرا اینطور شده، گفتم من نمیدونم، ولی اینی که ما هر وقت تماشا میکنیم یا کاپوت ماشین بالا زدن دارن موتورش رو تعمیر میکنن یا بقیه از این کارهای اینطوری، یا چگونگی صید ماهی در آبهای یخ زده و درصد پرداختن به مسائل ایران طبق آمار مختلف کمتر از 3% از محتویات این آمار مختلفی منتشر شده، یکی از آمار رو که من دیدم این بود، به اینها پرداختن. دور شدن از اون اساسنامه اساسی منشور صدای آمریکا، حمایت از گروه ها و جنبش های آزادی خواهانه و پیش بردن دموکراسی، بازوی تبلیغاتی ارزش های آمریکایی است. گفتم فیلم هایی رو ویدئوهایی رو خریدن و گروه زیادی از بچه های صدای آمریکا رو منتقل کردن به اونجا، خود بچه ها اسم اونجا رو گذاشتن گوانتانامو. مترجمان خوب، گویندگان خوب، تهیه کنندگان خوب و بخش دوبلاژ را انداختن در اونجا که هزینه های کمتر، اگر اون فیلم ها ویدوها لازم است دوبله بشه و پخش بشه که نبود، گروه های دوبلاژ هست با قیمت ارزونتر به بیرون میشه. مکس امینی رو از بیرون میشه قرار داد بس، یا کسان دیگری در شبکه های دیگری تلویزیون و پول های رسان اینها رو میشه داد و این همه افراد کاردون رو چون تبعیت نمی کردن از چون این مدیریتی منتقل کردن به اونجا و کسی رو هم از بسیجیان مدیریت بر سر اونها گذاشتن که نه این کار رو میدونه نه استعداد این کار رو داشتن در و سردبیران و دبیران اون قسمت هایی هم کسانی ماننده به هر حال دبیر هستن. زمانی من سعی کردم آموزش خبر بشه بدم، حتی دیدم که نمیشه، استعداد این کار رو نداره، حتی علاقه رو نداره. وقتی که میگیم نیروی دریایی ناتو وارد آبهای افغانستان شد، بهش توضیح میدیم که افغانستان آبهایی نداره که نیروی دریایی ناتو بیاد اونجا، و اگرم بخواد بیاد همونجا میمونه انگوش به دهان که کو آب. اینها خیلی بهشون برخورد. خیلی محترمانه من توضیح دادم که اینو پخش چرا بدید کسی ببینه قبل از پخش. برحال حرف بر سر این هست، وقتی که مدیریتی، یعنی نمونه درست در خود ایران شما عزیزان شاهد هستید، آمدن بر سر کار آدم هایی که شایستگی این کارها رو نداشتن و به مرور آدم های نالایق تر از خودشون رو به عنوان ابزار دستشون استفاده کردن، همین پدیده، همین عمل کرد در صدای آمریکا انجام شد. و من متاسفم، از صمیم قلب متاسفم که چون این وظیفه شما این جاه طلبی هایی برای گرفتن یک گری که توامه با جاسوسی علیه همکار، به دروغ آدم فروشی، به دروغ شهادت دروغ، توطئه علیه همکاران و بقیه
همه اینها خب این همون جنسی است که در تهران آماده هستن چون این رویه‌های برای مقامی بالاتر، وقتی برای یک گرید که تفاوتش با گرید قبلی، درجه قبلی یا رتبه قبلی 1200-300 دلار هست، برای مقام بالاتری خب میتونن کارهای خطرناکتری دیگه بکنن. آیا بهتر نبود آدم در همون حوزه خودش میمونه؟ اینها توصیه‌های شاید از سر خیرخواهی است، همون خبرخونی، همون کار را ادامه دادن. به هر حال این اتهامات متوجه خانم ستاره درخشش هست و کسان اطرافیان او، و از قضا طبق این گزارشی که منتشر شده یا این اخراجنامه‌ای که آمده و به دست بسیاری رسیده در واشنگتن و جاهای دیگه، خیلی از همون کسانی که الان رفتن و شهادت دادن به این کارها همون بسیجی ها هستن. چون بسیجی های اینطور که در حکومت ایران هم همین هست، اینها به دنبال اون هستن که بر سر قدرت هست، بر سر قدرت هست. یک عده ای هم هستن که اساساً یک رتبه بالاتر از بسیجی، چون این بسیجی هایی که من میگم پاچه این اونو گرفتن، همکارانشونو اهانت کردن ها برای خوش خدمتی هایی که هست، شوخی نیست. آدم های بیلیاقتی که این کار حرفه‌ای این کار نبوده و استعداد این کار رو نداشتن و برداشتن یک مرتبه به سمت پرویز یا حقی منصوب کردن، با آمده همه گونه فداکاری هست تا زمانی که بر سر قدرت هستن. هست در اینجا بسیار هست، اسناد در این گزارش 15 صفحه‌ای آمده، کسانی گفتم مثل آقای سیگارچی، مثل خانم رها مجد که به عنوان اضافه کاری، حالا چه کاری هست، پولهای نسبتا کلانی گرفتن از مالیات دهندگان آمریکایی و همونطور که در جمهوری اسلامی در اونجا حداقل یک عقیدتی هست بخشی از این بسیجی ها، علاوه بر خاروبار و بقیه مسائل مقداری عقیدتی هست، باید گفت اعتقاد دینی هست، هر شکه هست، پسندیده نیست به خاطر اعتقاد دینی کساری هموطنان رو زدن یا هرچه کشتن، اینها اون بحث دیگری است. اما در اینجا مسئله اعتقاد نیست، مسئله شغل و رتبه است و کمی بیشتر. اطراف ایشون، مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا، وقتی نگاه میکنی همین بسیجی ها هستن، کسانی که حتی گفتم طی این سالهایی که من بودم، ناظر که بودیم و همچنان، حتی استعداد این کار نداشتن. کسانی بالاتر از این بسیجی ها برگردن به این سخن، اساسا رئیس باز هستن، من اسم نمیبرم، هست در خدا صدای آمریکا، هر رئیسی آمد با اون رئیس به نحو دیگری تا کرد. کمتر از بسیجی ها به اصطلاح در توطئه ها و به اصطلاح دیگران شرکت کرد، اما به موقع شاید. این هست که تونستن در همه دوره ها خودشون رو به نحوی حفظ کنن. اینها به قول این جایی به سیاست اداری بشنید. برگردم به سر سخن، این که این نمونه ها، اینی که صدای آمریکا رو از دریچه ای از واشنگتن به سوی ایران، بستن این دریچه و گشودن دریچه دیگه به سوی ایران که این خبری نیست، اگر هست همین اصلاح طلبان هستن که میان در برنامه شرکت میدن و بقیه موضوعات، همه این مجموعه صدای بخش فارسی صدای آمریکا رو از
اجرای منشور اون دور کرد. خاصیت فساد یا ویژگی های فساد این هست، مانند ویروسه، در ابتدا شاید دیده نشه اما میبینید این ویروس جهانگیر شده، کافیست یک جایی وارد بشه و در اونجا مهار نشه. طبعا رشد خواهد کرد بدون هیچ تردید. و این ویروس فساد در صدای آمریکا بخش فارسی اون وارد شد، سخنان تازه‌ای در این گزارش 15 صفحه‌ای برای من و کسانی مانند من نیست، اینها سخنانی است که بیشتر از این رو من علنا گفتم در همون موقع به مدیرانی که باید، نه پنهان، نه پچ پچ، در جلسات عمومی و کسان دیگه. توجه چندانی نشد تا رسید به امروز روز، توجه چندانی نشد تا اینکه بخش فارسی صدای آمریکا بینندگان خودش رو، شما عزیزان بهتر میدونید، از دست داد. در این گزارش اشاره شده به اینکه اعتماد از بین رفته، اعتماد بینندگان. لطمه ای که خورد به صدای آمریکا، بخش فارسی صدای آمریکا، به حرکت های آزادی خانه دست کم در ایران، جای دیگه هم هست، در بخش چینی صدای آمریکا موضوعاتی که اش شد بحث دیگری است، ولی لطمه ای که خورد به صدای آمریکا و جریانات سیاسی در ایران، این آیا جبران پذیره؟ 1,000,000 و 10,000 به این اون دادن بده، حتی 1 دینارش که نیست، 1 سنت اون حیف و میل مالی است، اما اینها جبران پذیره. این فرصت هایی که از دست داده شد از همون زمانی که جلوی منو گرفتن که اجازه ندارین ویدئوی ندا آقا سلطان رو پخش کنین، درست چون 20 دقیقه مونده به برنامه، ما اولین کسانی بودیم که این ویدئو به دست ما رسید، گفتم اینو در برنامه ها و من چه کسی مسئوله، کسی گفتم رانندهی بوده در یکی از تلویزیون های کیبل در جایی به عنوان وابستگی هایی که داشت آوردن به صدای آمریکا، ایشون شد متخصصه چون تقلب در بیدو، با مسئولیت من بذارید رفتیم به تهیه کننده، من گفتم من پخش میکنم، در گوش من جلو دوربین بودم، تهیه کننده من صحبت میکردم، گفت نه آمدن از بالا و جلو برداشتن اینو و دعوا و گرفتاری ها از همون موقع، گرفتاری که نه، به گومگوها از همون موقع آغاز شد. صدای آمریکا از اون زمان به بعد رو به سقوط گذاشت. طبق منشور صدای آمریکا تعهد داره و بر اساس این تعهد اعتماد مردم ایران، بینندگان جلب شد. این اعتماد از میون رفت. چطور اینو میشه جبران کرد؟ چطور میشه این اعتماد بازگردون؟ اینها لطمات تقریبا جبران ناپذیریست، فرصت هایی که از دست رفت، فرصت هایی که حیف و میل شد. چون این فرصت هایی زمانی تولید خواهد شد که
نه تنها بخش فارسی صدای آمریکا، مجموعه مدیریت صدای آمریکا بر اساس منشور در هماهنگی کامل، بر اساس منشور صدای آمریکا در بخشایی بله چون این بوده کم و بیش، که البته تلویزیون ها رادیوهای بسیار هست در زبان های مختلف مثل زبان عربی، یه شبکه های تلویزیونی آزاد بسیار هست به زبان عربی که میدونیم الان به نحو دیگری هم رادیو ساوا در حال از طریق آمریکا بودجش تأمین میشه یا نمیشه. برحال برگردم به سخن، این که لطمه ای که این مدیریت 7-8 ساله زد و پیش از اون مقدماتش آغاز شده بود در دوران مدیریت دیگرانی مانند آقای الکس بلیدا و بقیه تا رسید به امروز روز، این لطمه فراتر از پولهای کلانیست که اونطور که در اینجا اومده به نادرستی به این و اون پرداخت شده. این لطمه ناشی از به کار انداختن شیوه‌ای است که در جهان، مایل نیستم اینو بگم، در جهان سوم که هیچ، در کشورهای بسیار عقب افتاده جاری هست، نه در قلب واشنگتن. به کار انداختن شیوهی به جای اجرای منشور صدای آمریکا است که در اون متملقین، چاپلوسان، کسانی که آماده خدمت هستند، تعظیم و تکریم هستند، به جای کاردونی، کار تهیه کننده فنی، تعظیم و تکریم که نیست که، یا کار فلان مجری، پنچرگیری بردن تعمیرگاه خودروی مثلا مدیر بخش نیست در هر جا که هست. به جای ساختاری منطبق دارای قابلیت برای پیشبرد منشور صدای آمریکا که حمایت از آزادی و دموکراسی هست، ساختاری رو به کار انداختن که هرچه کاردون هست کنار بگذارید و راه رو باز کنید برای فرمانبران بیچون و چرا. در کجای جهان روبه رشد و درست هست که مسئول یک اداره علیه افراد خودش توطئه بکنه؟ متاسفانه گفتم در صدای آمریکا بعد از سالها تازه به این نتیجه رسیدم که حیف و میل مالی، اتهاماتی که گفتم در این مجموعه اومده 15 صفحه، این کار ندانی و همه اینها به این نتیجه رسیدن که خطاب به ایشون نوشتم، من متاسفم که شما شایسته ادامه کار برای دولت فدرال آمریکا نیستید. البته اینها و در مرحله بعدی چنان که به نتیجه یا ثبوت کامل برسه اخراج نهایی خواهد بود و همه اینها در حال حاضر به حالت تعلیق هستند. بحث من شخصی نیست. من بسیار خوشحال می شدم اگر خانم درخشش یا دیگران حتی علارغم شرکت در ارکستراسیونی که علیه من را افتاد در صدای آمریکا، چون اون سرمنشهش از جاهای دیگه اومد، ایشونم در اون وسط شریک شد و شهادت های دروغ داد به دروغ بسیار، خوشحال می شدم علی رغم همه اینها که ایشون صدای آمریکایی رو تحویل گرفت که بینندگانش رو به کاهش بود و تونست به اصطلاح بینندگان بیشتری داشته باشه، برنامه های هماهنگ با منشور صدای آمریکا و مساله مشترک ایران و آمریکا هر دو داره به هر طریق
فرق نمی‌کنه در حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه. گفتم صدای آمریکا سخنگوی حزب دموکرات یا جمهوری‌خواه نیست، معرف ارزش‌های آمریکایی است. نمیتونه باشه. خوشحال می‌شدم که این هماهنگی رو به وجود می‌آورد. این شایستگی می‌خواد، لیاقت می‌خواد، کاردونی می‌خواد. همه اینها رو وقتی آدم نداشته باشه چیزهای دیگه رو جایگزینش میکنه. آدم های کم مایه و هم جنس از بابت کردار و رفتار رو جایگزین میکنه، آدم های بی‌لیاقت تر از خود رو. گوانتانامو درست میکنه و آدم بی‌لیاقتی رو بر سر اونها میگذاره. خوشحال می شدم اگر چنین می شد. و امروز روز بخش فارسی صدای آمریکا هماهنگ با خواستهای مردم ایران و خواستهای مردم آمریکا عمل می کرد، نه اینکه کسانی رو به سمتهایی برسونن که وقتی گفته می شه افتخارش این هست که منشی سعید مرتضوی بوده، این کار مطبوعاتیش بوده، و وقتی گفته میشه معلمان رو میگه گرفتن ما بریم مصاحبه کنیم، ایشون چون سردبیر اونجا هست، سردبیران هست، میگه کار خوب کارشون کردن یا هر چیزی از این قبیل، حقشونه. چون این وضعیتی است. متاسفم از این بابت. این بخشی بود خواستم با شما عزیزان در میون بگذارم. میدونم کنجکاو هستید، بسیار چیزها رو بدونید، ولی امیدوارم به همین بسنده بکنید تا اینکه اطلاعات تازه‌ای چون چه منتشر بشه قطعا با شما در میان خواهیم گذاشت. قطعا در این برنامه تفسیر خبر به روی همه بازه خانم ستاره درخشش، کسان دیگه که اسم بردیم بیان و در این برنامه شرکت کنند و سخنی اگه دارن بدون هیچ سانسور ما پخش خواهیم کرد و پرسش‌هایی هست قطعا اونها را مطرح خواهیم کرد. سپاس از شما عزیزان که همراه بودیم تا این لحظه.